السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشری نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون ساخ منظوری شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جانف. طوری که خبر داره در بازار شهر قوقن سوختار با وجود آمده، قسمی زیادی آنجا را نیست و نابود کرده است. حاکم ولایت خیرالله بازار و جای حادثه رفته حالت را آموخت و به صاحب کاران گفت که نقطه سودای آنها در مدت تیز از نو بنیاد کرده می شود. تفصیلات برا در گزارش مخبرمان جهانگیر صابیرف. دوازدهم ایونی سال روان تخمیناً ساعت 17:00 به شعبه وضعیت های فوق‌العاده شهر قوقن خبر رسید که در مجمع سودای راه بزرگ ابریشم واقع در کوچه بین‌المللی شهر قوقن دوکان و نقطه های کشادی سودا را آتشی هاته کرده است. تاجران خرد و کلان این منزل با وجود هشدارهای مسئولین ارگان کارهای داخلی و دیگر سازمان های رسمی تلاش کردند مال و بارهای مختلف خود را بیرون کنند. در درآمدگاه بازار کارمندان این نهاد رسمی پاسگاه یعنی شتاب تشکیل نموده، خریده تدبیرها را برای زود برطرف نموده بیسر و سومانی و سختاری به عمل آمده ترتیب دادن. ساعت شو بیشی هم آلت یا بیش لده هم باش لنبده توتاشت باش لبده کوبچلی اونچه خبر آمده کین بازاده این باش لده اونچه قطال لده یانشت باش لده یکن بابا کنگل خاطر جمعه میکیسی بازاد بز جای لده که بگن یکن وجود بده یتی دم آلت ده دوکان قاین یکن کین کدب آی لوی اکیده اچ ikkita uchta dana solgan abosi do'kon qulib oldidagi haligi yuk qo'yadigan pallafkalarimiz turgan ekan, ular surib eshigini ochamiz, ochib bo'lmadi, oynasini urib sindirdi do'kon. Qanchalik tovaringiz bor? Biz 150 million 200 millionga yaqin tovar bor edi. Bugun katta bozorlarga yuklarni olib kelib qo'yadi anchasini. Hammasi yonib ketdi, oyoq kiyimlarida hammasi. برای خاموش کردن سوختار نه تنها تمام گروه های نجات صدارت وضعیت های فوق‌العاده ولایت فرغانه، بلکه 5 ماشین الوگی سوختار نشانی از ولایت همسایه نمنگان نیز به کمک جلب شدند. 9:17 Qo'qon shahar markazida joylashgan savdo rastasi yonayotganligi bo'yicha Qo'qon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushadi. Xabarga asosan yong'in qutqaruv ekipajlari 19:25 daqiqa o'tganda yong'in joyiga kelib, yong'inni o'chirish ishlariga kirishiladi. Olib borgan tezkor chora-tadbirlarga qaramasdan yong'in bir qator o'sha savdo rastalariga tarqalishi yuz bergan. Ya'ni hozirgi vaqtda taxminiy yong'inda bu yerda savdo rastasini 500 kvadrat metr maydonda yong'in kelib chiqqan. تاجران که صبح بروقت به بازار رسیده آمدند کوشش کردند تا حد امکان محصولات باقی مانده را به دست آورند. رخت برکه، ممتاز بازار، باغچه بازار، اشتا بازار یانب کتا. یگرمه یلی سوداگر من، یگرمه یلدن بس من شده سوداق لمن. هم ممز تریچلیگ مز شدن. کچه کچ پید یتی یارم ده اشتیک. آدم لر یکنه آل المده، یانب کتا. کریان آدم لر قینال ده آل المده. پجرنیم اوچر المده. منشو قطار ده 30% آدم یکنه آل ده خلاص. هر بر قطار ده 30% 20% آدم یکنه آل ده. در همین حال حاکم ولایت فرغانه اینچونین حاکم شهر قوقن به این سراغه حاضر شده با تمام تاجران درباره و صحبت کردند. رهبر ولایت خیرالله بازاروف نیز به جای واقع آمده با سوداگران واخور و ذکر نمود که در مدت خیلی کوتاه دکان های آسیب دیده از طرف دولت از نو برپا کرده می شود، اما در نتیجه سوختار میلیاردها سومین مال سوداگران سوخته به خاکستر تبدیل یافته است. طوری که خبر دارید، روز 12 ایون تخمیناً ساعت 18:00 در ناحیه سوخ بارشات شدیدناک به عمل آمده، در بعضی محله‌ها سیل آمده به خاندان اهالی و کوچه و گذرها آسیب رسانید. امروز ها کارهای برطرف نمودن عاقبت های سیل در اوج میباشد. طوری که در برنامه گذشته به شما خبر داده بودیم، در نتیجه آمدن سیل به محله های ملبود و عمره اساسا راه اساسی ماشینگرد بین مرکز ناحیه سوخ و دهه دیویران آسیب دیده است. یک چند قسمی راه باریک و شغل پر شده بسته شده بود. روز اول با یاری تکنیک ها یک قسمی راه را تازه نموده برای حرکت واسطه های نقلیات تا قدر امکان شرایط فراهم آوردند. طوری که به ما حاکم ناحیه سوخ معلوم کرد، پر از ریگ و شغل تازه نمودن راه کار یک روزه نموده، بلکه نزدیک یک هفته ادامه می یابد. اما در نتیجه جلب کرده شدن تکنیک های ضروری، امروز راه نزدیک 70% تازه کرده شده است. اما یک قسم راه عقبه دیویران ضرر جدی دیده است و امروز نزدیک 4 تکنیک اداره راهسازی ناحیه سوخ با آنجا جلب کرده شده، قسم فرو رفته راه را از نو بنیاد کرده ایستادند.
سوخت مانی یولردن فایدالنش اونتر کارخانه‌سه. کارخانه اونیتری استفاده برای راه‌های نوحه سوخت برای برطرف کردن جای‌های فرو رفته راه عقبه دیویران تمام تکنیکی ضروری را جلب کرده است و قسمت‌های خراب شده این را در دوام دو سه روز پر را به حالت ساز آورده می‌شود. من شو 2 گون 3 گون نیچیده همه‌سه برطرف بولاده. سیل شدیدترین سالی گذشته روزی 12 می به دهه ملبود آمده قریب که به هر یک خاندان استقامت کنندگان محله مذکور آسیب رسانیده بود. سیل حتی واسطه های نقلیات اهالی را نیز برده بود. از حالت پارسال ما خلاصه برآورده این سال برای گرفتن پیشروی حالت های فوق العاده یا اینکه برای این گونه حالت ها آمادگی خوب دیده بودیم. سیل رو ها را تازه نموده اطراف آنها را مستحکم کرده بودیم که در نتیجه سیل امسال که از کوهپاره های دهه ملبود نیز جاری گردید به اهالی آسیب نرسید. اما همان کمبودی ها داریم. شتابی مخصوص ترتیب داده حالا حالت های هر یک سیل روی ناحیه سوخ آموخته می شود و ما برای باسا مستحکم نمودن و وسیع کردن سیل روها تمام قوه را سفربر می کنیم، گفت حاکم ناحیه سوخ. زیرا برای ما سلامتی اهالی مهم است و در کدام حالت نباشد محافظه شهروندان از مسئله های اولین درجه به شمار می رود. خدمات امنیتی دولتی سروری شعبه تشکیلات راهسازی را که در خوارزم 1,300,000,000 سوم طلب کرده است بازداشت کرد. در ایرپورت بین الخلقی فرغانه زنی را دستگیر کردند که دختران را برای کارهای فحش به ترکیه می فرستاد. در همکاری با کارمندان خدمات امنیتی دولتی ولایت خوارزم و صدارت کارهای داخلی ولایت چاره‌بینی‌های اپراتیوی گذرانیده شدند. شخصی که در کارخانه خوارزم یول قورلش به حیث مدیر شعبه کار می‌کرد، هنگامی طلب کردن 1,306,000,000 سوم در عوض اسفالت کردن 8500 متر مربع زمین کارخانه اویلوی نوحه خیوه و از آن هنگامی گرفتن 48000 دلار دستگیر کرده شد. اینچنین کارمند شعبه پلات کادستری دولتی خیوه در نوحه خیوه گرچند سال 2021 از فروخته شدن 4000 متر مربع زمینی در نام پدر عروسش بوده با ترتیب نتریالی خبر داشته باشد، هم گویا او هم در این زمین حصه دارد، از شهروند که زمین را خریده 60000 دلار طلب میکند. هنگامی گذرانیدن عملیات فوری او پول درخواست شده را توسط یک شناسش میگیرد و در این مورد دستگیر کرده میشود. در حال حاضر علیه این افراد پرونده جنایی باز شده است. راه‌های گوناگونی به دست آوردن پول وجود دارند. کسی با راهی حلال زندگیش را پیش برد، دیگری عکس آن. آدم باید آدم بماند. او جانوری نیست که در بازار فروخته شود. معلوم شد که این زنی ساکن نمنگان سال تولدش 1978 با کمک میانه‌رو دو دختر را برای تنفروشی به ترکیه می‌فرستاد. این زن روز 5 ایون سال 2023 هنگامی گذرانیدن عملیات مشترک جستجویی دو زن را توسط فرودگاه بین‌المللی فرغانه با مقصد به تنفروشی جلب کردن به یک شناسش که موقتا در شهر استانبول ترکیه زندگی میکرد دستگیر کرده شد. ارتقام بلند ترکیه دولتی هستم مخشی بود که مخشی ایدیک ترکیه دولتی که بارد مومای پول تابشمزه و اوی ماشینه آلشمزه بزگه چونترده بزده اینه گلید که اشکه جانت مخشی بگنده که این چلی بلسی بزده فخشلی که اشکه جانت کن بلدیک ایرپورت بزده اچکیش لفادم نروشلشده شونده معلوم بود که او اپلا بزی فخشالی که ساتوار شد کنی کن بزی گوش شب اولان قالش مثلا همه گیشنش قالش مثلا. در حال حاضر در رابطه با این وضع تفتیش ها دیدوم دارد. به این گونه جنایت دست زدن زنی که همچون رمزی ننگ و ناموس معرفی می شود و گلدختران به سوی فریب او پرواز می کنند، عملی هر دو جانب را سفید کرده نمی شود. خلاصه را به اختیار شما می گذاریم. آگاه باشید. فصل بهار تابستان فرصتی قلای است برای سیاحت کردن به ناحیه سوخ، زیرا در این فصل ها طبیعت مفتون کار گشته و حرارت هوا نسبت دیگر شهر و ولایت های کشورمان سلقین تر خواهد شد. امروز به ناحیه سوخ چهره های شناخته ادبیات ازبک برای سیاحت آمدند. واقعا ناحیه سوخ با ثروت های طبیعی به خصوص آب های مصفا و میوه و سبزوات شهدبارش گوشه است ناتکرار. مورد ذکر است که مهمان نوازی انعنوی مردم این ناحیه از قدیم خصوصیت های خاصی دوستانه و صمیمیت بلند داشته، سوخ در ازبکستان و حتی بیرون از مرز نیز همچنین با طعام های خوش لذت ملی معروف است. از اینجاست که در نتیجه سبک کرده شدن مشکلات سرحد و براه ماندن اویاپروازها بین سوخ و فرغانه شماره سیاحانی که به این گوشه خرد زمین بیکران می آیند خیلی افزایش می یابد. امروز به ناحیه سوخ نمایندگان مشهور ادبیات ازبک آمدند. هو جنوب تمانده باردر بر دیار، تگرسین اورمش تاغلار پر وقار، دریاسو هو پست شرقرب آقر، باغلار انوای میوگه تولوغ، سوخ در بو سوخ، چشم زلال سو شفا بخش بسیار،
sarikanda lembir tullar mevazor hu tog'li xushyorda bobur izi bor bunda har bir xarsang muqaddas qutluq so'xdir bu so'x markazi ravonning yo'llari ravon guli gulzorlarga to'ladir har yon qasri ravoq erur har bir xonadon izlamang bu yerda eski devor yo'q so'xdir bu so'x حمید برهان یکی از نویسندگان مشهور ازبکستان که ساکن ناحیه رشتا میباشد به ناحیه سوخ آمد و گفت که واقعا سوخ طبیعت دلفریب و مفتونکار دارد و به ضمن این در این ناحیه زیبا منظر در دوام سالهای آخر کارهای نظررس انجام داده شدند. هر گل سوخه که گرمده بر قندیدر هیجان بر کلمنده چونکه انسان هر باری که به سوی سوخ می آیم با یک جهان هیجان می آیم زیرا انسان وقتی به قله کوه ها می براید این دنیا را و در این دنیا بودن خود را می فهمد بسیار اثرهای خود را در همین کوه ها ایجاد کردم ما به سوخ یک بودیم حالا دیگر دیگریم اما دل ما یک است ما همیشه می دانیم که سوخ از آن ماست مردمی سوخ رشتان را از آن خود می دانند چرا گویید ما با هم دیگر خیش و تباریم برای همین هم امروز به چاره بینی آمدیم دوستی و برادری ما در سرود های دلنشین نیز وصف کرده می شوند شروع چون سخریلر انا بگن بر تدبیری کلدی شو جوشکن خوشکویلر دیم شروع قد دوستیگیمز اکیو کلیگیم باشقه اتبارالیگیمز ترنم قلنیم مهمانان در چوربینی که امروز در اداره راهسازی ناحیه سوخ برگزار گردید اشتراک کردند. چوربینی در این کارگاه به مناسبت 70مین سالگرد یکی از راهسازان معروف ناحیه سوخ حبیب جان میرزایف برگزار گردید. در چوربینی مسئولان اداره راهی ولایت، حاکم ناحیه سوخ و رهبران سکترها اشتراک کرده ذکر نمودند که واقعا در کارهای راهسازی ناحیه سوخ سهم حبیب جان میرزایف برجسته بوده و زیاده از 45 سال عمر خود را به ساحه مذکور بخشیده است و امروز نیز در این کار خیلی فعال میباشد. امروز من شادم که در قطار دوستان مهربان حبیب جان میرزایف در چنین جشن 70 سالگی آن کس شرکت ورزیده استادم و به آن کس می فخریم که 45 سال حیات خودشان را برای شفاف کردن برای آباد کردن راه های وطن خود سوخ عزیزمان صرف نمودند در چوربینی صنعتکاران خوشاواز ناحیه سوخ نیز اشتراک کرده توسط سرودهای دلنشینشان طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. از 1 سپتامبر سال 2023 مسئله وارد نمودن محصولات عسل به غذای هر روزه کودکان مؤسسه های تعلیم تا مکتبی و بیماران در بیمارخانه ها بررسی می شود. قرار حکومت درباره چاره های ایلاوگی آید به دستگیری شبکه زنبور عسل پروری و گردآلود کنی زراعت های کشاورزی با زنبور عسل قبول گردید. در سال 2023 اگروتکنیکی گردآلودکنی زنبور پخته برای بلند برداشتن حاصل پخته در میدان 200 هزار گکتار استفاده می شود. از سال 2024 برای تطبیق اگروتکنیکی گردآلودکنی زنبور عسل در باغ‌های اینتنسیوی چاره ها اندیشیده می شوند. از 1 سپتامبر سال 2023 مسئله وارد نمودن محصولات عسل به غذای هر روزه کودکان مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی و بیماران در بیمارخانه ها بررسی می شود. در ولایت های قشقدریان، نوایی، سمرقند، سرخند و تاشکند در اساس تجربه ولایت های نمنگان و فرغانه مرکزهای صنعتی زنبور عسل پروری تشکیل می گردد. همه سال روزهای 1 و 10 دسامبر در شهر تاشکند نمایشگاه بین المللی اید عسل و محصولات عسل پروری برگزار می شود. برای اشتراک دائمی سوبیکت های زنبور عسل پروری در نمایشگاه ها و کنفرانس هایی که از جانب فدراسی اساسیاتسیا های بین المللی زنبور عسل پروری اپیماندیا تشکیل کرده می شوند چاره های ضروری اندیشیده می شوند. در مکتب دهقان آنان کورس‌های آموزشی آید به تطبیق اگروتکنیکی گردآلودکنی زنبور عسل در پختزار و باغ‌های اینتنسیوی میوه تشکیل کرده می‌شود. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می‌دهد. در صحیفه خبرهای ازبکستان تنها خبرهای مهمترین کشورمان جای دارد. توجه کنید.
اوزگیدرومید خبر داد که در این هفته حرارت روزانه در مناطق جنوبی کشور تا 42 درجه گرم می شود. چاره‌های احتیاطی اندیشیدن و در ساعت‌های گرم در زیر آفتاب نبرآمدنتان توصیه داده می شود. وزیران تعلیم عضو دولت‌های تشکیلات ترکیه از مکتب‌های پرزیدنتی سمرقند دیدن کردند. در دایره بازدید از جانب دانشجویان برای مهمانان سیر و گشت مؤسسه تشکیل کرده شد. در آن اعضای گروه کاری وزارت‌های تعلیم ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. 14 ایون در جهان روز بلاگ نویسان یعنی بلاگرها می باشد. روز بین المللی بلاگرها از سال 2004 این جانب تجلیل می شود. در ازبکستان سالهای آخر بلاگرها خیلی فعال گشته در حل مشکلات اهالی و پیشرفت مملکت حصه سزاوار گذاشته استودند. بنا به خبر مرکز مطبوعاتی وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده امروز یعنی 14 ایون تخمیناً ساعت 9:50 در سرای یک آشیانه کارگاه تولید قبرهای مس واقع در کوچه استراباد ناحیه چلانزار شهر تاشکند آمیخته هواگاز یعنی ترکش به عمل آمد. عملیات هایی که در کشور ما با یاری جراح رباتی انجام داده می شوند در اساس تجربه شتات های متحده امریکا معمول می شوند. در حال حاضر تعداد ربات های جراحی که در معالجه بیماری های مرکب انکولوژی استفاده می شوند در سراسر جهان به 5000 نفر رسیده است. قریب نصف آنها 2470 نفرشان در ایالات متحده امریکا می باشند. فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان از 13 اپریل سال جاری درباره چاره‌های تطبیق برنامه تأمین اهالی با خانه و جای توسط کردیت‌های ایپوتکا در اساس پرینسیپ‌های بازار در سال 2023 امضا گردید. بنا به فرمان از 1 می سال 2023 به ترتیب عملکننده دادن منزل به اهالی توسط کردیت‌های ایپوتکا در اساس پرینسیپ‌های بازار یک قطار تغییرات وارد کرده شد. از جمله بانک‌ها وظیفه‌دار گردیدند که هنگام دادن کردیت‌های ایپوتکا به شخصانی که درآمد رسمی ندارند با نظرداشت اصول‌های الترناتیوی معین کردن قابلیت پرداخت آنها ساختار سکورینگ جاری کرده می شود. اینچنین به آموزگاران و استادان تعلیم استحصالی تشکیلات های تحصیلات کسبی که از فنهای مخصوص ساحه های مهندسی کارکرد و ساختمان تعلیم می دهند و یا مشغولات عملی می گذرانند با شرط های امتیازناک سوبسیدیه جدا کرده می شود. موافق فرمان مهلت عمل کردن خبرنامه ها درباره دادن سوبسیدیا ها از روی کردیت های ایپوتکا برای خرید منزل یا ساختمان و یا از نوسازی خانه و جای 4 ماه مقرر کرده شد. باید گفت که عریضه ها با جدا کردن سوبسیدیا ها برای کردیت های ایپوتکا برای سال 2023 در دوره پارامتر های تصدیق شده از 1 می سال جاری سر شد و این تا 1 دکمبر سال جاری ادامه می یابد. یادآور میشیم که در اساسی فرمان در سال 2023 برای خرید خانه و جای بنیاد منزل های ترتیب یکه اینچنین ریکنستروکسی منزل در سراسر کشور جمع 44690 تا کردیت ایپوتکی جدا کرده می شود. نکم از 30% این کردیت ها به زنان و دختران جدا می گردد. غیر از این از روی کردیت های ایپوتکی به 30000 نفر شخص سوبسیدیا ها جدا کرده می شود. بینندگانی عزیز این بود از خبرهای مهمترینی که در دوام این لحظه ها توسط بخش خبری پیام راست به شما رسانیدیم. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر سلامت باشید.